شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sps.com.us/پژ به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. شنوندگان گرامی وقت بخیر من مجد کاشانی هستم و این مهمترین اخبار امروز چهارشنبه دوم اکتبر 2024 اسپیس فارسی است که من اون رو تقدیم حضورتون می کنم بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داد ایران بهای حمله موشکی خود را خواهد پرداخت بار دیگر از استرالیایی های در لبنان خواسته شده آنجا را ترک کنند نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده در اولین مناظره تلویزیونی درباره خشونت مسلحانه درگیر شدند. پس از پرتاب بیش از 180 موشک از سوی ایران به سوی اسرائیل، سازمان ملل متحد یک نشست اضطراری درباره خاور میانه برنامه ریزی کرده است. اسرائیل و ایالات متحده میگویند ایران با عواقب شدید حملاتی مواجه خواهد شد که به کسی آسیب نرساند. در حالی که اسرائیل به بمباران و تهاجم زمینی خود ادامه می دهد، بیش از 100 صندلی خطوط هوایی برای شهروندان استرالیایی که قصد فرار از لبنان را دارند تأمین می شود. پنی وانگ، وزیر امور خارجه می گوید که پروازهای بیشتری برای روزهای آینده برنامه ریزی شده است، زیرا تلاشها برای تخلیه استرالیایی ها در لبنان در پی حملات موشکی به اسرائیل تشدید شده است. نامزد جمهوری خواه معاون ریاست جمهوری جی دی ونس و نامزد دموکرات تیم والز در اولین مناظره تلویزیونی خود بر سر خشونت مسلحانه با هم درگیر شدند. این دو با توجه به اختلافاتشان بر روی مسائل خاور میانه، خشونت مسلحانه، مهاجرت، مالیات و تغییرات آب و هوایی گیری علیه یکدیگر را کاهش دادند و بر مسائل سیاسی متمرکز شدند. کمیسر ملی کودکان میگوید استرالیا باید روی کرد سخت خود را برای مدیریت جرایم جوانان کنار بگذارد و شروع به گوش دادن به راه حل های مبتنی بر شواهد برای پایان دادن به آسیب هایی که جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد کند ان هالندز در صحبت با باشگاه ملی مطبوعات می گوید استرالیا نمی تواند در مورد جرایم جوانان به روند معمول خود ادامه دهد تانیا لیبرسک وزیر محیط زیست میگوید که مذاکرات در مورد اصلاحات قانون محیط زیست دولت ادامه دارد زیرا او برای میزبانی اولین نشست جهانی طبیعت مثبت در سیدنی آماده می شود بسته قانونی نیچر پوزیتیو شامل تأسیس اولین آژانس حفاظت از محیط زیست استرالیا است که شامل 100 میلیون دلار بودجه برای تسریع تاییدیه های زیست محیطی برای پروژه ها می شود پیش از روز جهانی دختر شش زن بلندپایه استرالیایی از فراخانهایی برای افزایش آگاهی در مورد دخترانی که به طور نامتناسبی تحت تأثیر بحرانهای جهانی آب و هوا درگیری و فقر قرار گرفتند حمایت می کنند. به صاحب زمین هشدار داده شده است که ممکن است به دلیل سرپیچی از درمان اجباری فایر اندز در کوینزلند با جریمه های تا سقف 14 هزار دلار روبرو شوند. برخی از صاحبان املاک از برنامه ریشهکنی ملی شکایت دارند که نیاز به قرار دادن طعمه های شیمیایی با دوز پایین در املاک در معرض خطر آنها دارد. شنوندگان گرامی من مجد کاشانی هستم و این مهمترین اخبار امروز چهارشنبه دوم اکتبر 2024 اسپیس فارسی بود که اون را تقدیم حضورتون کردم. لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.